به فراخوان مولوی عبدالغفار نقشبندی توجه کنید. فراخوان مولوی عبدالغفار نقشبندی در سالگرد جمعه خونین زاهدان به تظاهرات و قیام در سرتاسر استان در روز جمعه و اعتصاب در سراسر بلوچستان در روز شنبه. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. از سخنان گهربار و ارزشمند حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست که فرمودند دشمن ظالم و یاریگر مظلوم باشید. سروران عزیز، یک سال تمام از فاجعه جانگداز و حادثه دلخراش خاش و مسجد مکی زاهدان گذشت، جنایتی که یزید زمان خامنه‌ای و شمر دوران محامی در پوشش لباس حسینی مرتکب اون شدند. یزید این زمان پس از کشتن 120 نمازگزار اهل سنت و کور و فلج ساختن و زمین گیر کردن بالای 300 نفر از اون نمازگزاران، حتی تسلیت هم نگفت. نه تنها یزید این زمان به مردم اهل سنت با غرور و تکبر تسلیت نگفت، بلکه به جلادان خودش اختیارات بیشتر داد، قدرت بیشتر، پست و مقام داد، ارتقاء درجه داد، تشویقی داد تا بیشتر در شهرهای بلوچستان جولان بدند، با بلوچ و سنی تسویه حساب بکنند، هر کسی رو که دلشون بخواد بگیرند بزنند، زندان کنند، تعرض کنند، تجاوز کنند. سروران عزیزم، امروز من با صراحت میگویم که ما خون ندادیم که سازش کنیم، ما خون ندادیم که خون بها بگیریم، ما خون ندادیم که با قاتلینمون بر سر یک سفره غذا بخوریم و به به و چه چه بگیم، در حالی که جوانان ما، جوانان رعنای ما در سینه قبرستانها خوابیدند. ما خون دادیم، ما جوان دادیم تا سرزمینمون رو از خون خاران پاکسازی بکنیم. یک سانت هم عقب نشینی نمی کنیم. حتی اگر همه ما رو بکشید، همه ما رو زندان بکنید، همه علمای ما رو زندانی بکنید، چنانچه پدر پیر من رو در این سن پیری با بیشرمی و بیرحمی گرفتید و به زندان انداختید تا صدای ما رو خاموش بکنید، ما از همه چیزمون میگذریم. عزیزانم، سال روز فاجعه خونین زاهدان پیش روی من و شماست. جمعه همین هفته، جمعه و شنبه هفتم و هشتم مهر ماه هست، سال روزی که مکی خون گریست، سال روزی که از آسمان بلوچستان اشک خون سرازیر شد، سال روزی که در صحن مصلای مسجد مکی زاهدان اشک و دریای خون جاری شد. من از جوانان غیور میخواهم که روز جمعه پس از اقامه نماز در خیابانها فریاد مظلومیتشون رو بلند بکنند. به والله قسم، اگر من و تو ای بلوچ به خاطر دفاع از خواهرمون، به خاطر دفاع از عفتمون، به خاطر دفاع از ناموسمون، به خاطر دفاع از خون شهدایمون، به خاطر دفاع از داغ دیدگان فاجعه خونین زاهدان، اگر من و تو کشته بشیم جزو شهدای امت هستیم و با شهدا در صحرای محشر محشور خواهیم شد. من از عزیزانم میخواهم که روز شنبه رو،
شنبه هفته آینده رو سر تا سر بلوچستان تمامی مغازه هایشون رو ببندند، در اعتصاب به اعتصاب سراسری بلوچستان بپیوندند، با سکوت با بستن مغازه هایمون فریاد مظلومیتمون رو به جهان بلند بکنیم تا جهان بداند که این آخوندهای شیاد ما رو کشتند، ما رو کشتند و به ما اجازه گریه کردن هم نمیدهند، تا دنیا بداند که ملت ایران امروز اسیر این شیادان مذهبی هستند. وعده من و تو ای جوان غیور بلوچ، خیابانهای بلوچستان در جمعه این هفته پس از اقامه نماز جمعه هست به امید آن روز، و ما علینا الا البلاغ المبین.